بارم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 16 ماه دلو سال 1399 هجری خوشیدی در آغاز سرخط چند خبر. پولدار گلاه مطالعه کنگرس از بروز جنگ دوخی در صورت بیرون شتابزه نیروی امریکایی از افغانستان. ما به این باور هستیم که خروج شتاب زده نیروهای امریکایی از افغانستان سبب شکل گیری گروه های حراس افغان خواهد شد. مطرح شدن حکومت موقت راه باز کردن برای طالبان از دیدگاه محمد یونس قانونی. پایان دور انتقال که دوستان مطرح می کنند آیا انتخابات خواهد بود یا شورای حل و عقد؟ نگرانی رحمت الله نبیل از گسترش فعالیت های شبکه حقانی در کشور. وضعیت شبکه حقانی از یک جغرافی محدود حال تا بدخشان و تا هرات وسیع شد. شناخته شدن افغانستان همچنین یک رژیم استبدادی در شاخص جهانی دموکراسی. با ادامه اعتراضات کشاورزان در هند. جوزکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گروه مطالعه افغانستان هشدار میدهد که خروج شتابزه نیروی آمریکایی از افغانستان سبب روبرو شدن کشور با یک جنگ داخلی خواهد شد. این گروه در ماه دسامبر سال 2019 میلادی اسای کنگرس آمریکا با همکاری انستیتوت صلح آمریکا برای بررسی اعضای افغانستان ایجاد شد. خروج کامل نیروهای آمریکایی مشروط به آمدن صلح در افغانستان، روشن شدن فرجام روند صلح، یعنی اینکه افغانستان چگونه یک نظام خواهد داشت، جلب پشتیبانی دیپلماتیک منطقه‌ای از روند صلح، روشن شدن تعهدات آمریکا به دولت کنونی افغانستان و پیروزی روند صلح از پیشنهادهای این گروه در این گزارش هستند. شریف امیری در این باره گزارش تهیه کرده است. گروه مطالعه افغانستان در ماه دسامبر از سوی کنگرس ایالات متحده آمریکا با همکاری انستیتوت صلح این کشور ایجاد شد و در یک گزارش 84 صفحه‌ای اوضاع افغانستان را بررسی کرده است. جنرال جوزف دانفورد افغانستان را کشور دارای دولت شکننده می‌داند و در این گزارش از پیامدهای خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار می‌دهد. ما به این باور هستیم که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب شکل گیری گروه های حراس افغان خواهد شد و باور ما این است که شکل گیری این گروه ها 18 تا 36 ماه را در بر خواهد گرفت. ما همچنان دریافته ایم که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمال روبرو شدن این کشور به یک جنگ داخلی بسیار زیاد خواهد شد. در این گزارش آمده است که برای رسیدن به یک نتیجه قابل قبول در مذاکرات صلح افغانستان باید فرصت و زمان کافی به این روند داده شود. ما در افغانستان در یک مرحله بسیار حساس قرار داریم. ما یک تعهد قوی برای پیروزی روند صلح در افغانستان داریم. گزارش گروه مطالعه افغانستان همچنین دریافته است که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه صلح با آمریکا عمل نکردند. ما فکر نمی کنیم که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه پابند باشند. ما این موضوع را در سه بخش مشاهده کرده ایم. نخست چگونگی پیشرفت ها در توافقنامه صلح، دوم در کاهش واقعی خشونت ها و سوم نشان دادن اراده و ظرفیت برای جلوگیری از فعالیت های القاعده و داعش. ما این را برجسته کرده ایم که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده رابطه دارند. در گزارش از حکومت افغانستان خواسته شده است تا از روند صلح با حسن نیت پشتیبانی کند. این یک چالش سخت است. مردمان بسیاری در افغانستان سالهای زیادی را با مشکلات سپری کردند و ما باور داریم که هنوز فرصتهای زیادی به دست داریم و از همین رو باید روند مذاکرات ادامه یابد. گزارش گروه مطالعه افغانستان می افزاید که یکی از هدفهای کلیدی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان این است که زمینه برای یک توافقنامه صلح قابل قبول در نتیجه مذاکرات میان افغانان فراهم شود، نه اینکه خروج از افغانستان به پیروزی گروه طالبان بیانجامد.
در این حال محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که در شرایط کنونی مطرح ساختن موضوع حکومت موقت راه باز کردن برای طالبان است. آقای قانونی میپرسد که آیا پس از حکومت موقت روشن است که طالبان به انتخابات تن دهند و این گروه زعیم آینده کشور را از طریق شورای حل و عقد انتخاب خواهند کرد؟ از سوی همین سیاستگر کشور شورای عالی مصالحه ملی و حکومت را با پنهانکاری در روند صلح متهم میسازد. در این باره هم شریف امیری گزارش دارد. معاون رئیس جمهور پیشین اینجا در نشست شکلگیری موج اعتدال و همسویی مطرح شدن طرح حکومت موقت را در واقع جاده باز کردن برای طالبان می داند و از پیامدهای آن هشدار می دهد. پایان دور انتقال که دوستان مطرح می کنند، آیا انتخابات خواهد بود یا شورای حل و عقد یا امارت به اساس فقه اسلامی مؤبد است موقت نیست؟ کدام یک؟ دی ټول دی بون دی وی غونډه په سیر باندې په داسې یو جوړښت باندې هوکړه وکړي چې هغه جوړښت په راتلونکي کې ټاکنو ته زمینه مساعده کړي. از سوی هم آقای قانونی از کار روی مسوده یک طرح سال از سوی سیاستگران بیرون از حکومت سخن می زند و می گوید که بر بنیاد این طرح اگر مذاکرات سال به نتیجه نرسند گزینه دومی دفاع مشترک و بسیج ملی خواهد بود. دفاع مشترک ملی، نیروهای جهاد مقاومت، نسل جوان، نیروهای ضد طالبانی، آنی که با فکر طالبانی مخالفند، چه نسل ما بعد 2001، چه نسل ما قبل 2001، یک لشکر 20 میلیونی در دل این سرزمین وجود داره که این میتانه خلایی را که در نبود قوای خارجی با وجود می پر بکنند. ما ضرورت داریم که بدانیم حکومت موقت کدام حکومت موقت؟ آیا حکومت موقت بعد از حکومت نجیب الله را ما روش صحبت میکنیم دکتر سید نجیب الله را؟ و یا آغازی یک فصل جدیدی مانند کنفرانس بونه؟ با این همه دبیر کل ناتو میگوید که چگونگی حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو تا 12 روز دیگر مشخص خواهد شد. ما با یک معضل واقعی روبرو استیم، یا ترک همانطور که در توافقنامه طالبان و ایالات متحده آمده است یا ماندن. همچنان بررسی خواهیم کرد که آیا طالبان به شرایط مندرج در توافقنامه عمل کردند یا نه. این همه مشکلات در حاشیه دور دوم مذاکرات صلح در حال برجسته شدند که از 18 روز بدین سو این مذاکرات متوقف شدند. این اظهارات در حال صورت میگیرند که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی از گسترش حضور شبکه حقانی در کشور خبر میدهد. آقای نبیل در یک نشست در کابل میگوید که جغرافیای حضور اعضای شبکه حقانی گسترش یافته است و اکنون جنگجویان این گروه افزون بر جنوب شرق کشور در بخشهای شمالی و شمال شرق کشور نیز حضور یافتند. رحمت الله نبیل میگوید که دیدار سیاستگران کشور با اعضای گروه طالبان در مسکو یک اشتباه بود. حسیبه اتکبال گزارش میدهد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در نشستی برای بررسی روابط کابل و واشنگتن در حکومت جو بایدن که در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده است از گسترش حضور فعالیت‌های شبکه حقانی در کشور هشدار می‌دهد. او می‌گوید روند صلح افغانستان باعث سردرگمی کشورهای منطقه شده است. از همین رو این کشورها پیش زمینه‌هایشان را برای یک جنگ نیابتی آماده کردند. سربازگیری داعش به شدت بیشتر شد. وضعیت شبکه حقانی از یک جغرافی محدود آل تا بدخشان و تا هرات وسیع شده. آقای نبیل می افزاید روند صلح افغانستان معامله میان مذاکره کنندگان امریکا و طالبان است. نبیل می گوید پراکندگی در صفوف سیاستگران افغان ایجاد شده است. به سطح بسیار بلند از سیاسیون طالبا و پاکستان سربازگیری کردند. حداقل هم فکری را یک جای ساختند. مردم افغانستان در وضعیت قرار دادن که در مجموع چی در بدنی حکومت چی بیرون از حکومت که طالب آمده نیست. در این نشست یک معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید که حکومت جو بایدن از دو گزینه صلح و جنگ گزینه صلح را با طالبان برخواهد گزید. بحث خروج نیروهای آمریکایی در یک بازه زمانی مشخص است که اول می قرار بود همه از این نیروها خارج شود. این هم تغییر خواهد کرد. در مشوره این گروه هم آمده
حضور آمریکایی‌ها متناسب خواهد شد با پیشرفت پروسه صلح در این کشور. من فکر میکنم که در دوران بایدن اینمی اجماع به حمایت از دموکراسی و به حمایت از حقوق بشر و در حمایت از دستاوردهای مشترک ما و در مخالفت با بازگشت یک امارت قویتر میشه و ضعیفتر نمیشه و این 4 سال دیگه هم ما فرصت داریم که سر از این صحبت بکنیم. حکومت جدید ایالات متحده هم اکنون سرگرم بررسی توافقنامه صلح دو است. شاخص جهانی دموکراسی افغانستان را یک رژیم استبدادی شناخته است. عملکرد حکومت افغانستان در شاخص جهانی دموکراسی در سال 2021 میلادی کمترین امتیاز را دریافت کرده است. در این شاخص برای بالاترین عملکرد حکومت‌ها 10 امتیاز در نظر گرفته شده است، اما افغانستان تنها 0.6 امتیاز کسب کرده است که کمترین امتیاز است. زهرا رحیمی جزئیات را گزارش می‌دهد. روستای الر ولسوالی قره‌باغ کابل بخشی نسبتاً ناامن و چند ساعت دورتر از مرکز پایتخت. در این روستا حدود 400 خانواده زندگی می کنند. بزرگان این روستا می گویند با آنکه در چند صد متری ولسوالی قره‌باغ زندگی می کنند، از بهر زمانگیر بودن کار در نهادهای دولتی، بزرگان قوم دعواهای حقوقی و دیگر مشکلات باشندگان محل را حل و فصل می کنند. که دولت ته ورقه ویسو په کلو کې دغه تخصصانه څوک نه جګی منډه واه او رامنډه واه منډه ور څوک سانه نه جګی. باشندگان روستای الر ولسوالی قره‌باغ کابل میگویند که آنان حتی به ابتدایی ترین خدمات زندگی شهری چون دسترسی به آب آشامیدنی صحی، خدمات صحی و حتی برق دسترسی ندارند. در حدود 100 متر ما با ولسوالی قره‌باغ فاصله نداریم، اما تا امروزه روز نه بر ما کدام کوچه ساخته شده، نه بر ما کدام جوی ساخته شده، نه بر ما کدام پلچک ساخته شده. مگر دولت باندې ولا که اعتماد ولر اعتماد کنه دغه دمو مشکلات حل. در همین حال این مرد ادعا می کند که 9 سال است در لوی سارنوالی پرونده حقوقی دارد، اما تا کنون به عدالت دست نیافته است. لوی سارنوال این قضیه را خودش قرار صادر کرده، دوباره یارا به جرایم سنگین راجع کرد که جرایم سنگین باید یه اوراق معاول محکمه میشد. لوی سارنوالی مور و امضای از او خوش نشد که دوباره پس اوراق خواست. این 9 سال است که ما سرگردان هستیم. شاخص جهانی دموکراسی که حکومت‌های جهان را به 4 بخش یعنی رژیم‌های استبدادی، رژیم‌های ترکیبی، دموکراسی‌های ناقص و دموکراسی‌های کامل تقسیم کرده است، نام افغانستان را در بخش دموکراسی‌ها نه، بل در بخش رژیم‌ها جا داده است. آرای مردم تعیین سرنوشت انتخابات بکنه، ما بیشتر تصامیم سیاسی نتیجه انتخابات‌های ما را رقم زده. در این ارزیابی جایگاه افغانستان به غیر از پاکستان از تمامی کشورهای دیگر همسایه‌اش بهتر شناخته شده است. یک قانون انتخابات جامع که جوابگوی نیازمندی موجوده انتخابات افغانستان باشه، این را عیار خواهد ساختیم. واحد اطلاعات اکونومیست که مرکز آن در بریتانیا است، دموکراسی های 167 کشور عضو این نهاد را در 5 شاخص اصلی شامل شیوه انتخابات، تکثرگرایی، آزادی های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی بررسی کرده است. دفتر مطبوعاتی معاون نخست رئیس جمهور از کاهش رویدادهای جنایی در شهر کابل سخن میزند. در این حال امرالله سالی میگوید که مسئول تمامی قتل‌های اخیر در کشور طالبان هستند، در حالی که طالبان دست داشتنشان را در این رویدادها رد میکنند. اما مردم از آنچه که افزایش رویدادهای هراس‌افگنانه به ویژه قتل‌های هدفمندانه و انفجار ماین‌های مغناطیسی میگویند نگران هستند. انیسه شهید گزارش میدهد. در اوج نگرانی ها از افزایش حمله های هدفمندانه در کشور که شماری از شهروندان کشور معاون نخست رئیس جمهور را از بهر افزایش ناامنی ها به سختی انتقاد می کنند و در گفتگو با تلویزیون ملی طالبان را مسئول تمامی حمله های هدفمندانه می داند. اینا آمدن برای کشتن زن، طفل، خبرنگار، آلدهی روزا در تیکسی ها بم می مانند. دفتر مطبوعاتی آقای سالی میگوید که در 3 ماه گذشته جرم‌های جنایی در کشور کاهش یافته است. امنیت مردم باید خوب شود، بدتر شده است. باز که یک تر سعید از دهید باره بگیره، مرگم هیچ فایده نکرد. بی امنیتی شده، امنیت یک ما به صورت درست به دل جمع نمیتونیم که طرف و طرف گشت و گذار داشته باشیم. اما شهروندان کشور از کارکردهای نهادهای امنیت ناراض هستند. خانولی کامران کارمندی یک نهاد غیر دولتی در کابل است. میگوید که از ترس حمله های هدفمندانه خانواده اش را از شهر بر روستا برده است.
ما بس د امدو غستون زول عمل خپل پامل بلې سیمه ته ولې ګم اجر سوچ من کورته د تګراتک د سی وقت پیشی. افزایش ناامنی ها حتی بر روان مردم اثرهای منفی گذاشته است. وحشت زده شدم. یعنی احساس میکنن که هر لحظه انفجار رخ میده. احساس میکنن که هر لحظه میمیرن. هر لحظه کسی از پشتشان به اصطلاح دنبال میکنه اونا. از سوی دیگر وزارت امور داخله این نوارهای تصویری را برای آگاه ساختن مردم در برابر ماین‌های مغناطیسی در رسانه‌های اجتماعی پخش کرده است. این وزارت از شهروندان کشور می خواهد که هنگام توقف موترها، رفت آمد در جاده ها و نیز پس از آن که موترهایشان را از ترمیمگاه ها می گیرند، موترهایشان را با دقت بازرسی کنند. ما مراحل آموزشی که دو نشان بتیم تدابیر وقایوی امنیتی را در یک پکیج ویدیوی آماده ساختیم. بر بنیاد آمارهای تلونیوز در یک ماه گذشته میلادی بیش از 200 انفجار و گلوله‌باری در کشور رخ داده است. ادامه خبرها از تولو و تلونیوز. با ادامه اعتراضات کشاورزان در دهلی، نو تدابیر امنیتی در پایتخت هند افزایش یافتند. نیروهای امنیتی این کشور برای جلوگیری از ورود کشاورزان به شهر موانع ایجاد کردند. ده ها هزار تن از کشاورزان هندی از بیشتر از یک ماه بدین سو در پیران و شهر دهلی حضور دارند و می خواهند که حکومت سه قانون تازه را ملغا بسازد، زیرا باور دارند که این قوانین به جای کشاورزان به شرکت های بزرگ سود می رسانند. دهلی نو از بیشتر از یک ماه به این سو گواه اعتراض های کشاورزان هندی بوده است. این هفته از بیم اعتراض های گسترده و خشونتبار، موانع و شمار نیروهای امنیتی در پیرامون دهلی نو افزایش یافتند. کشاورزان هندی میگویند که حکومت حقوقشان را زیر پا میگذارد، میگویند تا رسیدن به خواستهایشان به اعتراض ادامه خواهند داد. تمامی کشاورزان روستا برای نشست بزرگ گرد آمده ایم. ما می خواهیم که حکومت سی خواستمان را برآورده بسازد. معترضان حکومت را به کنارگیری مجبور خواهند ساخت. ده ها هزار تن از کشاورزان هندی اکنون در پیرامون دهلی بسر می برند و می خواهند که خودشان را به شهر برسانند. کشاورزان معترض با سه قانون به شمول قانون تازه تدارکات که خرید محصولات کشاورزان را به بهای مشخص ممنوع می سازد مخالف هستند. حکومت به اشتباه فکر می کند کسانی که در دهلی اعتراض کردند کشاورز نبودند و ممکن نیست که تمام کشاورزان را به دهلی بیاوریم، اما ما می توانیم چنین نشست های برگزار کنیم و این ششمین نشست ماست. می خواهیم حکومت بیدار شود و بداند که کشاورزان پریشان هستند. کشاورزان هندی 15% اقتصاد این کشور را می سازند. اعتراض های این کشاورزان در روزهای گذشته از سوی برخی از چهره های شناخته شده جهان مانند ریحانا، آوازخوان آمریکایی و گرتا تنبرگ، فعال محیط زیست هم پشتیبانی شدند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. اسرائیل بار دیگر بر سوریه حمله کرد. به دنبال سرنگونی یک هواپیمای بی سرنشین اسرائیل از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان در سوریه، جنگنده های اسرائیلی چندین هدف را در سوریه بمباران کردند. رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که در این حمله ها اهدافی در ولایت قنیطیره در جنوب سوریه آماج قرار گرفتند. ایالات متحده ای امریکا و روسیه توافقنامه کنترل تسلیحاتی استارت را برای 5 سال تمدید کردند. بر بنیاد این توافقنامه شمار موشک های هسته‌ای دو کشور تا 5 ماه فوریه سال 2026 میلادی به اندازه کنونی خواهد بود. یعنی ایالات متحده و امریکا نمی توانند که کلاهک های هسته‌ای راهبردیشان را از 1550 افزایش دهند. توافقنامه کنونی شمار موشک های زمینی و زیردریایی و نیز بم افکن های دو کشور را که می توانند این موشک ها را انتقال دهند نیز محدود می سازد. حکومت ایتوپیا می گوید که 15 تن را به اتهام تلاش برای حمله بر سفارت امارات متحده عربی در این کشور بازداشت کرده است. به گفته پلیس این بازداشت شدگان از سوی خارجیان پشتیبانی می شدند، اما روشن نشده است که این خارجیان از کدام کشور بودند.
با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. اداره ملی تنظیم مراعات میگوید که کار ساخت بند کمال خان در ولایت نیمروز تکمیل شده است. مسئولان این اداره میگویند که آبگیری این بند جریان دارد و در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد. در این حال والی نیمروز میگوید که همزمان با بهره برداری این بند تا چند روز دیگر روند تولید برق از این بند نیز آغاز خواهد شد. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. پس از سالها انتظار، سرانجام بند کمالخان بر فراز دریای هلمند ساخته شده است. همزمان با آبگیری در بند کمالخان، شهروندان کشور به ویژه باشندگان نیمروز برای گشایش این بند لحظه شماره می کنند. جای بسیار مسرت و خوشی است که بعد از چندین قرن بند کمالخان به مرحله میرسه که آبگیری میکنه. شاهد پوره شدن آرمانها و رویاها و آرزوهای مردم سیستان زمین باشیم. بند کمالخان در مدیریت آب دریای هلمند و توانمند ساختن افغانستان برای عملی سازی موافقت نامه آب هلمند نیاز جدی دانسته میشود. اوس محل دغه بند چارې بشپړی شوې دي، عملا په سیمه کې د اوبو ذخیره کول جریان لري. مقام های محلی در نیمروز میگویند که پس از آغاز روند آبگیری در بند کمالخان، اکنون آب کافی در کاسه این بند ذخیره شده است. د دې پروژې په ابتداء وروسته به ان شاء الله دلته د زراعت برخه ډیره کوي سی او د زراعت سره د صنعت برخه او همداسې دلته تجارت به ان شاء الله ده پرمختګ په حال کې. تمام کارهای ساختمانی که مربوط واتر منیجمنت یا مدیریت آب میشه مکمل 100% خلاص شده. بند کمالخان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز بر فراز دریای هلمند ساخته شده است. این بند ظرفیت ذخیره کردن 52 میلیون متر مکعب آب و آبیاری بیش از 180 هزار هکتار زمین را دارد. افزون بر آن با بهره برداری این بند 9 مگاوات برق نیز تولید خواهد شد. پیکارهای لیگ 15 سال فوتبال بانوان به روز پنجشنبه با قهرمانی تیم امل بنین به فرجام رسیدند. در این رقابت ها 16 تیم از کابل اشتراک کرده بودند و برای قهرمانی یک هفته در برابر هم رقابت کردند. این لیگ به منظور گزینش برترین فوتبال بازان بانو به تیم‌های ملی زیر 15 سال برگزار شده بودند. تیم بسکتبال شهرداری قهرمان رقابت‌های بسکتبال سه نفری در کابل شد. دیدار نهایی پیکارها میان تیم‌های شهرداری و المدینه برگزار شد که شهرداری در دقایق پایانی بازی حریف خودش را شکست داد و به مقام قهرمانی رقابت‌ها دست یافت. این رقابت‌ها میان 8 تیم به منظور شناسایی بهترین‌ها با تیم منتخب کابل را اندازی شده بودند. کارگاه داوری تکواندو ITF در کابل به پایان رسید. این کارگاه با اشتراک 90 داور از 13 ولایت به منظور رشد این ورزش و همچنان آمادگی داوران بر رقابت‌های آینده تیم ملی دایر گردیده بود. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.